مصاحبه از شرق الاوسط با رئیس جمهور برگزیده مقاومت. مریم رجوی به چیزی که آن را گسستن هسته اصلی قدرت رهبر رژیم ایران علی خامنه ای و رئیس جمهور این رژیم محمود احمدی نژاد نامید اشاره نمود و در گفتگویش با اشرق الاوسط در پایتخت فرانسه پاریس تأکید کرد جنبشی که در خیابانهای تهران علیه رژیم ملاها جریان دارد خواهان سرنگونی تمامیت رژیم است، زیرا شعارهای مرگ بر خامنه ای و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر می دهد. ملاهای حاکم بر ایران فشارهای دیوانواری به اشرف وارد می کنند و در ازای حمایت از دور دوم نخست وزیری نوری مالکی او را برای شکنجه و کشتار ساکنان اشرف به کار گرفتند. 28 ماه است که اشرف تحت محاصره ضد انسانی قرار دارد. در 8 آوریل قوای مسلح مالکی با استفاده از ستونهای زرهی به اشرف حمله کردند که در نتیجه آن 35 تن از اعضای مجاهدین به شهادت رسیدند. این در رند خویی بی علت نیست. ملاها از موقعیت داخلی و بین المللی مقاومت به شدت نگرانند. آنها مجاهدین را موتور محرک تغییر در ایران می دانند و مذبوحانه تلاش می کنند اشرف را نابود کنند تا شاید موتور تغییر در ایران خاموش شود. فوریو کولومبو رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان ایتالیا: دولت نوری مالکی در دموکراسی جدید عراق یک دولت واقعی نیست. خواست رژیم ایران را برای پیگرد اپوزیسیون آن اجرا می کند و در برابر چشمان دموکراسی جهان عراق نیروهای نظامی را برای شکار ساکنان بیدفاع به کار می برد. این اعمال طبعا محکومیت پارلمان های ما را به همراه داشته. فراخوان پارلمانتر استرالیایی دیوید شوبریچ به کوین راد وزیر خارجه استرالیا: ضرورت اقدام برای تعیین نماینده شورای امنیت ملل متحد برای تحقیق درباره جنایات 8 آوریل در اشرف و محاکمه آمران و عاملان جنایت در یک دادگاه بین المللی. بیانیه استرالیایی های حامی دموکراسی در ایران: فراخوان به نماینده دائم استرالیا در ملل متحد. نیاز فوری برای حفاظت از 3400 مرد و زن ایرانی در اشرف توسط سازمان ملل و تأکید بر خروج بلادرنگ نیروهای عراقی از اشرف. الدستور چاپ عراق: فراخوان برای تحقیق بین المللی پیرامون جنایت علیه بشریت در اشرف. فشرده ای از موضع‌گیری ها برای تحقیقات جامع و مستقل و محاکمه مسئولان جنایات جنگی. بیانیه های کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، رئیس کمیته خارجی سنای آمریکا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، رئیس کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا، 19 نماینده کنگره آمریکا، بیش از 70 نماینده پارلمان اروپا شامل 6 نایب رئیس پارلمان و رئیس کمیسیون خارجه پارلمان اروپا. روزنامه الدستور: فراخوان جمعیت وکلای مصری دفاع از اشرف به راه اندازی کاروان امداد رسانی به اشرف. اعتراض به ممانعت از خاک سفاری شهیدان برخلاف تمامی عرف‌ها و سنت‌های اسلامی و عربی. موج فزاینده بیانیه‌های اعتراضی علیه حمله جنایتکارانه 8 آوریل از سوی شیوخ عشایر عراقی در مناطق مختلف این کشور. اجرای طرح و دستورات رژیم ایران توسط دولت عراق با هزینه کردن آبروی عراق در سطح بین المللی. فراخوان به مداخله جامعه جهانی برای حفاظت از اشرف و ممانعت از اعمال نفوذ رژیم ایران. ابراز انزجار شیوخ و شخصیت‌های عراقی از سیرک مسخره مزدوران اطلاعات
و سفارت رژیم ایران در قسمت اشغال شده شمال اشرف. دستان خونآلودشان را نمی توانند با انواع تشبثات پاک کنند. رئیس کمیسیون اقتصاد پارلمان عراق: خشونت علیه ساکنان اشرف برخلاف روح اسلام و برخلاف اخلاق عراقی ها در صدر خبرهای کارزار کبیر فروغ اشرف است.